در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از واکنش‌ها به توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، واکنش آمریکا به حمله در نزدیکی منطقه سبز بغداد، تلاش ملک سلمان برای عدم انتشار گزارش مرگ خاشقچی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 5 اسفند تعداد مبتلایان کووید 19 در جهان به 112 میلیون و 400 هزار نفر و تعداد قربانیان به 2.5 میلیون نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 87 میلیون و 900 هزار نفر از این بیماری بهبود یافتند. طبق اعلام نخست وزیر کره جنوبی، این کشور با وجود آغاز دیرتر واکسیناسیون کرونا نسبت به کشورهای دیگر تا تابستان به ایمنی جمعی دست خواهد یافت. وزیر خارجه اسلوواکی از اتحادیه اروپا خواست محموله ای از واکسن‌های کرونا را به این کشور ارسال کند، چرا که شرایط این کشور فاجعه بار شده است. همزمان با ورود 500 هزار دوز واکسن کرونا از هند به افغانستان، این کشور کمپین واکسیناسیون خود را آغاز کرده است. در نوار غزه نیز ایمنسازی کادر درمان و افراد در معرض خطر به وسیله واکسن روسیه کرونا آغاز شده است. از سوی دیگر، شمار مبتلایان و فوتی‌های روزانه روسیه به ترتیب به کمترین میزان خود در ماه‌های اخیر رسیده است. واکنش‌ها به توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن استقبال از توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به ارتقای کلی راه حل سیاسی برنامه هسته‌ای ایران از طریق این توافق ابراز امیدواری کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین هم پس از توافق ایران با آژانس از آمریکا خواست هر چه زودتر به توافق هسته‌ای بازگردد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز از آمادگی دولت آمریکا برای بازگشت به برجام خبر داد و از ایران خواست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داشته باشد. همچنین آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تکرار صحبت‌های بایدن گفته در صورت پایبندی کامل ایران به تعهدات هسته‌ای خود در برجام، آمریکا نیز به توافق هسته‌ای باز خواهد گشت. اعتصاب سراسری در میانمار. با حضور صدها هزار نفر از مردم میانمار در راهپیمایی‌های اخیر، اعتراضات به کودتای ارتش در این کشور همچنان ادامه دارد. با وجود هشدار ارتش نسبت به برپایی تجمع و تهدید به ایجاد خطر جانی برای معترضان، میانمار هم اکنون در اعتصاب سراسری به سر می‌برد و افراد بسیاری پس از کودتای 1 فوریه در اعتراضات شرکت می‌کنند. همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی بر ارتش میانمار، آمریکا از تحریم 2 از نظامیان دخیل در کودتا خبر داد. اتحادیه اروپا نیز ضمن هشدار به کودتاگران برای تحریم مسئولان اصلی کودتا در میانمار اعلام آمادگی کرد. خشم آمریکا از حمله راکتی در نزدیکی منطقه سبز بغداد. به دنبال حملات راکتی روز دوشنبه در نزدیکی منطقه سبز بغداد که گفته می شود هدف آن سفارت آمریکا در بغداد بوده، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به این حملات واکنش نشان داد. طبق اعلام نت پرایس، ایالات متحده از حمله راکتی به نیروهای ائتلاف ضد داعش در عراق خشمگین است، اما این کشور در زمان و مکانی که خود انتخاب می کند به این حمله پاسخ خواهد داد. این سومین حمله در طول 1 هفته به منطقه سبز بغداد بود، منطقه‌ای که در آن نیروهای نظامی، دیپلمات‌ها و پیمانکاران آمریکایی حضور دارند. تلاش ملک سلمان برای انتشار نیافتن گزارش مرگ خاشقچی. طبق گفتگوی چند منبع آگاه با سایت ویکیلیکس، ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در پیامی به جو بایدن از رئیس جمهور آمریکا خواسته مانع از انتشار گزارش مربوط به قتل جمال خاشقچی شود. طبق اعلام روزنامه واشنگتن پست، در گزارش یاد شده آمده که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دستور قتل خاشقچی را صادر کرده است. در خبری دیگر از تحولات عربستان اعلام شده که از این پس زنان این کشور می توانند در نیروهای مسلح استخدام شوند. برگزاری نخستین نشست قطر و امارات پس از تنش‌زدایی اخیر. پس از تنش‌زدایی‌های اخیر میان کشورهای عربی و قطر، دو هیئت اماراتی و قطری برای نخستین بار در بیش از 3 سال گذشته روز دوشنبه برای تحکیم روابط خود در کویت دیدار کردند. همسایگان قطر 3.5 سال قبل این کشور را به اتهام حمایت از تروریسم تحریم کردند، اتهامی که قطر آن را انکار کرده است.
اذعان رهبر اپوزیسیون بلاروس به شکست اعتراضات. اسوتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس اذعان کرد که جنبش اعتراضی علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس با شکست مواجه شده است. صدها هزار نفر از مردم بلاروس در آگوست سال 2020 در اعتراض به پیروزی مجدد لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌ها آمدند و اعلام کردند که این انتخابات با تقلب همراه بوده است.